اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. شبی دگر شد و بازم من هوای خانه به سر دارم. در این شبانه تبعیدی به یاد صبح وطن باری خیال و قصد سفر دارم. شبی دگر شد و چون هر شب هوای می زدنم آمد، پیاله و غزل و اشکی که بوی پیرهنم. شبی دگر شد و یاران را از آشیانه برون بردن، عزیز کرده لیلا را به روی ناله و خون بردن. شبی دگر شد و در باران نگاه پنجره ها افسرد، گلی که بوی وطن می داد میان خاطره ها پژمرد. شبی دگر شد و باز آرش هزار زخم به تن دارد، برای ماندن و جنگیدن امید از تو و من دارد. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 28 سپتامبر 6 مهر ماه به شما سلام. وطن در هیجان، خلجان، شور بزرگ، ملت بزرگ ایران، زنان بزرگوار ایران، دستاتون رو میبوسم. نازنینان، خانم فاطمه سپهری در زندانی اما دلهای ما با شماست. دخترم حدیث، دخترم مهسا، شما رو ذبح اسلامی کردن، کشتن، ولی در تمام دل ما نقش بستید. تصاویر ملکوتیتون رو میبینیم. هموطنان نازنینم، اهالی کردستان که قرار است کار مشروطیت رو تکرار کنید و در کنار ترک ها، در کنار عرب ها، ایلامی ها، در کنار بلوچ های عزیزم، در کنار خراسانی ها، اصفهانی ها، شیرازی ها، بختیاری ها، ممسنی ها، بوئرحمدی ها، در کنار قشقایی ها، در کنار شاخسون ها، در کنار تالش ها، مازن ها و گیلک ها، ایران رو آزاد میکنی. و در این آزادی باید البته در مجلس کسانی ظاهر شد که آگاهن چه اتفاقی داره میفته. در خدمت دکتر صدیق یزجی است، استاد نازنین، کسی که به فلسفه معنای انسانی داد، درود بهش میفرستم. درود به شما آقای نوری‌زاده و اینندگان و ملت رنج دیده و خسته ایران. دکتر، انتظار میخوام بیشتر یه سلامی بکنم عنوان یک ایرانی به تمام ایرانیانی که امروز در کف خیابان‌های شهرهای ایران شجاعانه و جان بر کف برای رهایی سرزمینشون بار دیگر به پا شدن، منتها این بار به شیوهی
بسیار درخشان که من در گفتگوی امروز شاید فرصت پیدا بکنم نکته هایش رو اشاره بکنم. و پیش از اون که گفتگو اونو شروع کنیم و سرکار مطالبی رو که باید دیدید میدید، من لازم میبینم مجدداً به خانواده محترم مهسا امینی در از دست دادن این دختر شجاع و شیرزنی از سرزمینمون و تمام بازماندگان جوانان و میانسالان یا انسانهایی که در این روزها به دست این دشقیمان به قتل رسیدند هستید. جناب دکتر، من صحبتی که میخواستم بکنم این بود که آیا شما پیشبینی میکردید که چنین اتفاقی بیفته؟ آیا واقعا توقع داشتید اینو؟ نه به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. من به واقع این انتظار رو نداشتم، ولی یه واقعیتی رو در این خیزش یا این قیام، بهترین واژه‌ای که میشه جنبش امروز مردم ایران رو برای آزادی نامید، قیامه. ببینید آیه نوریزاده، شما هم شاید تصویرش دیده باشید. چند روز پیش، الان دقیقا یادم نیست، امروز سه روز پیش شاید، روزنامه لیبراسیون، یکی از دو روزنامه معتبر فرانسه، برای نخستین بار تا اونجایی که من یادمه در تمام این 40 سال 50 سال گذشته، تنها شماره یک روزنامه معتبر فرانسوی در ردیف چند روزنامه معتبر کشورهای معتبر دموکرات جهان، مثل انگلستان، مثل امریکا، فرانسه یا ایتالیا یا یک دو کشور دیگه، روزنامه لیبراسیون سه کلمه رو تیتر صفحه نخست خود قرار داد و این سه کلمه رو به فارسی نوشت: زن، زندگی، آزادی. آفرین به این انتخاب، دست مریزاد. برای نخستین بار در تاریخ نوین جهان ملت ایران متولد شدند. ملت ایران رو نسل جوانی که میان 20 تا 30 سال کمتر یا بیشتر سنشه ایجاد کرد، خلق کرد، و در پیشانی این نهضت زنان نشستند، زنان شجاع. ببینید، دقت کنید به این سه کلمه: زن، زندگی، آزادی. در تمام تاریخ معاصر ایران، قیام امروز ایران که از یک هفته 8 روز 7 روز دقیقا من خاطرم نیست شروع شده و پیش خواهد رفت، نمیدانیم کی، ولی به پیروزی قطعی خواهد رسید، و آن آزادی است. شعار کانونی و ریشه‌ای و بنیانی این نهضت آزادی است. من در پاسخ شما مجددا بگویم،
انتظار چنین خیزشی رو نداشتم. با تمام دقتهایی که در این سالها روی حرکتهای جامعه ایران نظر کردم، دقت کردم، شب و روز وقایع داخلی ایران رو تعقیب کردم، اینو انتظار نداشتم. دکتر، توی جریان انقلاب از لیبراسیون یه خانمی اومده بود ایران، اسمش کلر بود، حالا فامیلش دور، یه کتاب نوشت که در اون کتاب به منم اشاره کرده، چون هر روز مد روزنامه اطلاعات خبرها رو میگرفت پیش من میشست، ترتیب مصاحبه های براش داده بودم با سنجابی، با دکتر بختیار، با دیگر، بسیار دلبسته انقلاب شده بود. هرچی من یه رو باش بحثم شد، بعد دیدم که این خیلی علاقمند به رژی دبره است و بعد مسئله آمریکای لاتین و اینا براش مثال زدم، گفتم ایران با آمریکای لاتین فرق داره، تو اینجا با یه تمدن 2500 ساله روبرو هستی که در برابر هر جباری ایستاده و خمینی هم جباره، ببین نوع حرف زدنش رو. و اون میگفت نه بالاخره دنیای مدرن ایرانی. حالا جالب لیبراسیون یه همچین تیتر رو میزن، خیلی برای من جالبه. اون وقت اصلا فوق‌العاده است. میشل فوکو در همین لیبراسیون یه مقاله نوشت که خمینی رو به پیغمبری رسوند، ولی وقتی خمینی اومد گفت که گی ها رو باید بکشن تیکه پاره کنن، آقای فوکو که خودش گی بود رو برگردان به خاطر یه موضوع شخصی خودش، ولی نمیدونست که در ایران چه جنایت. خوشحالم که فرانسه چنین کرد و به خصوص آقای مکرون که با رئیسی دست دادن و باش گفتگو کردن، حداقل یک روزنامه با شرف سوسیالیست در اونجا چنین کرد. ولی این ننگ دستگاه دولتی فرانسه متاسفانه ننگ. البته آقای دکتر گفتن که ایشون به رئیسی انتقاد کرده و گفته که این بالا من نمیدونم دیگه باقی شد. حالا ما وارد این مقوله نمیشیم. حتما من سوال دارم، ولی یه چیزی هست. ببینید، من در این تیتری که این روزنامه انتخاب کرد و نشان داد به فرانسه نوشت و کلمات رو به فارسی، این یک افتخار بزرگی برای ایران به عنوان کشور غیر مغرب زمینی. دقیقا. میگم کشور غیر مغرب زمینی، نمیگم آسیایی، چون آسیا هست، جنوب امریکای جنوبی هست، افریقا هست، این سه قاره جدا از جهان مغرب زمینه. ایران با برجسته کردن هدف آزادی، یعنی همون چیزی که ما میگیم دموکراسی، نشان داد ملتی بالغ شده است، دست کم نسلی که امروز در خیابان هاست. کاملا درست. درود به این نسل. جناب دکتر اول دلم میخواد به عنوان یک انسان متفکر با تجربه و تحلیلگری که سالها خواندن و تأمل و تدریس پشت سرشن، الان توصیه‌ای که شما به مردم میکنید چیه؟ به عنوان به هر حال انسان خردمندی هستید، به این جوانای ما که تو خیابونن چی بهشون میگید؟ ببینید، ما راه طولانی پیش داریم. نخستین هدفی رو که تمام ایرانیان آزادی خواه، کسانی که میباید متعهد ساختن فردای ایران بشن، در تمام مشاغل و کلیه پاره های سنی چند نسلی که زندگی میکنه در ایران، بیرون از ایران یا داخل ایران، من به هیچ عنوان
ایرانیان رو به دو بخش ایرانی داخل ایران و خارج ایران تقسیم نمی کنم. بسیاری از ایرانیانی که خارج از ایران هستند بل اجبار در خارج ایران زندگی می کنند. دلایلش هم همه ایرانی ها می دونن. خب بنابراین اولین چیزی که و مهمترین چیزی که می باید آویزه اصلی مبارزه ایرانیان باشه ایجاد جامعه آزاد، جامعه ای که احترام به حقوق انسانی در اون تجسم قطعی داره، یعنی آزادی ها و همه آزادی ها، و تا روزی که همه این آزادی ها رو به دست نیاوردیم از پای نخواهیم نشست. این حرف منه. و بعد رها نکنیم. بله رها نباید کرد. ببینید بزرگترین مشکل تاریخی ما، مانع اصلی تاریخی ما که ما رو تا به حال به زنجیر کشیده، سیطره اسلام و شریعت اسلام و ضابطه های اسلام در زیست اجتماعیه. دقت کنید، زیست اجتماعی کاملا. اینجا صحبت در این نیست که این باید برای افراد باشه یا نه. بله طبیعیه، انتخابه، مثل هر امر دیگری. من اینو بارها حتی در گفتگو با سرکار نیز بارها اشاره کردم. ایرانی ها میدونن اینو. بزرگترین ما، اما میگوییم امروز زن ایرانی برای چی کشته میشه؟ با همین تظاهرات، با همین قیام چند روز گذشته که قیامی بسیار مسالمت جو بوده، جوانان چه میگفتن و چه میخواستن؟ فقط با مشت گره کرده و تنها و مسالمت جو شعار میدادن که ما حق زندگی داریم. بله. حق زندگی آزاد. بله. بله چیزی بیش از این نیست، ولی کشته میشن. اصلا بی نظیر این مسالمت جویی ایرانیان، نهایت تمدن رو اینا در عمل خودشون نشون میدن. درسته. خب اگر در مقابل تجاوز و حمله مقاومت بکنن، این حق انسانیه. درسته. بعد ببینید من یه مثالی میزنم از یکی از برجسته ترین متفکران و فیلسوفان مغرب زمین و تمام جهان. این شخصیت او اسپینوزا است. بله. او قرن 17 هم بوده. اسپینوزا صراحتاً یکی از ویژگی‌های تحقق بخشی آزادی‌های انسان رو، آزادی‌های طبیعی انسان رو حق دفاع می‌دونه. یعنی میگه جایی که به آزادی‌ها تجاوز شد باید مقاومت بشه و با او، با متجاوز نبرد بشه. ولی ایرانیان اسلحه به دست نگرفتن، اصلا بی نظیر، با دست خالی. خب من نمیدونم این کسانی که در مقابل این انسانهای تمام قد انسان که دنبال ابتدایی ترین حقوق
انسانی خودشون هستن، اینگونه اینها رو میزنن و انواع شکنجه ها رو در خیابان ها به اینا میکنن و میکشن، بر مبنای کدام میزان میاندیشن؟ اصلا اندیشه دارن؟ که البته ندارن. پس ببینید، مبارزه امروز مردم ایران برای تحقق آزادی و تمام آزادی ها، فرد در درون جامعه و روابط اجتماعی و زیست اجتماعیش باید آزاد باشه. بنابراین مبارزه امروز ایرانیان برای تحقق حقوق شهروندیه. حقوق شهروندی چیه؟ تمام تأمین تمام نیازهای طبیعی انسان با انتخاب آزاد. ببینید، زن ایرانی چیزی جز این نمیخواد. 43 سال انواع و اقسام شکنجه ها، قطرا، همه امروز در تمام این عرصه های تلویزیونی، نوشته ها، پیام ها میگن که زن ایرانی 43 سال برای حداقل آزادی های زیستن داره مبارزه میکنه. خب چی میخواد این؟ این یک حق طبیعی انسانی خودشو میخواد. حق پوشش، نحوه پوشش، شیوه زندگی، انتخاب نحوه زندگی، با کی زندگی کنه، چجوری زندگی کنه، اینو از ما گرفتن. من نمیدونم کسانی که کنار این رژیم و این نظام حاکم هستند، آخه چگونه میتوان اهل اندیشه بود، ذره‌ای فکر کرد و باز به نحوی عمل کرده این نظام رو، این حکومت رو، من کلمه این نظام به کار نمیخوام ببرم، این حکومت رو، این رژیم رو تأیید کرد یا توجیه کرد؟ هیچ عنوان ممکن نیستیم. بنابراین مبارزان امروز ایران تحقق جامعه مدنی رو میخواهند که حقوق شهروندی و تمام حقوق آزادانه انسان آزاد رو در ایران تأمین کنه. این ممکن نیست مگر از عرصه روابط اجتماعی، سیاسی، آموزشی و حقوقی ایران کلیه ضابطه ها و باورها و اعتقادات دینی بیرون بره. حالا در این محور اگر شما فکر میکنید ابهامات دیگری وجود داره، طرح پرسش کنید. جناب دکتر، خیلی ممنون شما درباره پیامی که به جوانای ما کف خیابون دادید خیلی واضح و روشن و سریع درباره شون صحبت کرد. الان من صحبت دیگم در این مورد، بدون اینکه خیلی مردم منتظر رهبری و غیره بشن، عملا در ایران گروه های کوچکی در محله ها، کوی و برزن و شهرک و شهرستان عملا به راه افتادن. آیا این مسئله رو شما مفید به حال جنبش میدونید یا مضر، با توجه به عقایدی که دفعه پیش ابراز کردید؟ نظرتون راجع به این چیه؟ بله، من مفید میبینم، طبیعی است. اتفاقا هر
هر مجمع کوچک یا بزرگی در ایران تشکیل بشه یا کسانی به حرکت و وسعت بخشیدن این قیام کمک می کنن، محور اصلی فکر و نظرشون تامین آزادی ها باید یا حقوق شهروندی. ببینید رهبری چیزی جز این اصول نباید باشه یا این چند اصل. حقوق شهروندی، ما آزادیم، ساختمان بعدی دولتی رو که بر ایران حکومت خواهد کرد و شکل نظام سیاسی رو ما آزادانه باید انتخاب کنیم. باید این به گفتگو گذاشته بشه، هر کس حق داره نظرش رو آزادانه بدون تحمیل به دیگری بیان بکنه. بعد از اون که همه آرا توضیح داده شد که یه زمان نسبتاً طولانی حاکمیت سیاسی انتخاب میشه. حاکمیت سیاسی هر مدلی از قدرت باشه، جمهوری یا نظام مشروطه، ببینید یکی از این دو خواهد، فرقی نخواهد، در یک اصل. و اون چیه؟ دولت مکلفه و وظیفه نخستینش تأمین تمام آزادی هاست، مشارکت عمومیه، حق انتخاب رو به نحوه زیستن آزاد، زیستن آزاد به مردم ایران میده. این نیست که مردم بنابر باورهای خودشون انتخاب کنند. این قیام نباید فردا به جایی برسه که در تاریخ فروردین 1358 باید، آقای نوریزاده شما هم خوب به یاد داشته باشید، بله کاملا داشتن رأی گیری میکردن. اینو چند بار در گفتگو اشاره کردم بله به عموم، با اون اینه میکروفون گرفته بود اون جوان یا اون مردی که داشت گفتگو میکرد، اصلاح خبرنگار بود، میپرسید از یه خانومی، از یه آقایی پرسید امروز شما به چی رأی میدید؟ رأی گیری برای جمهوری اسلامی آری یا نه؟ جواب میدادم به اسلام، ما به اسلام رأی نمیدیم، ما به مسیحیت رأی نمیدیم. اسلام توی خانه های افراد و در باورهای خصوصی و اندیشه اوناست، فقط فقط. اسلام هرگز و هرگز وارد عرصه عمومی نخواهد. دکتر یه لحظه درنگ کن، ما یه درنگ کوتاه بکنیم چون مقوله مهمیه. من اتفاقا میخوام در بنای جامعه جدیدی که ما داریم هر چیز رو مشخص کنیم در این فرصتی که برامون باقی مونده. درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم در خدمت دکتر یزدی. با درود بسیار به شهریار جان قنبری و مهدی عزیز یراقی، واقعا یراقی کار قشنگی کردی، اصلا متفاوت بود با کارات، با شعر شهریار بنشین و آهنگ شهریار، شهریار آهنگسازم از ترانه‌ای که خودش خونده. درود به هر دوی شما. دکتر عزیزم برگردیم به بحثمون. عده‌ای سوال میکنن و طبیعتا من دارم میخواد این سوال از شما هم بپرسم. در یک جامعه آزاد
که پیرو و هر دینی میتونه آزادانه در اون فعالیت کنه، مثل فرانسه. گاهی اوقات آقای دکتر، حتی تو خود فرانسه، این دین باعث مشکل میشه برای مردم. یعنی در واقع جامعه آزاده، یارو هم میاد از الجزایر پا میشه میاد، اون لباس و دشتاشو و زنش منقاب و غیره هم بمده رو بخواهش میره پاریس. و این چهره، من آخرین باری که اومدم فرانسه جلوی گردنورد اصلا حیرت کردم، آقا این پاریسه؟ و همین منظره رو تو لندن هم داری. چه حدودی باید داشته باشه؟ من منظورم در یک جامعه دموکراتیک و آزاد، شما میری امریکا کسی بهت نمیگه که محجبه باش، اما اون خانم خبرنگار حجاب میزنه میاد با رئیسی گفتگو میکنه. یعنی اینا خودشونو دارن تحمیل میکنن به همه جهان. کجا باید ایستاد؟ کجا باید این بازی رو متوقف کرد؟ بله خب ببینید، این مسئله که به هر حال مشکلی که امروز اروپا در مقابل این اسلام بنیادان داره، اون یه مسئله ایست که بعضا ما خیال میکنیم به ما نیز تسری پیدا میکنه، در حالی که با مشکلی که جامعه ما نسبت به حاکمیت دینی داره کاملا متفاوت. یعنی در جامعه فرانسه یا انگلستانی که مسلمان ها زندگی می کنند و تظاهرات دینی خودشون هم در حد خیلی مشخص و محدودی دارن، مزاحم زندگی عمومی نیستن. اگر اینجا در شهر پاریس، در لندن هم هست، مسجد هست، شهرهای فرانسه و در شهرهای دیگر انگلستان هم در جاهایی که مسلمان ها زیاد هستن مسجد وجود داره، ولی که صدای مسجد نمیشه، درسته یا نه؟ در انگلستان، در لندن که شما زندگی میکنید، آیا جایی صدای اذان مسجد شنیده میشه؟ خیر. خب ولی مشکل ما این نیست، مشکل ما اینه که به ما امر میشه مسلمون ها به دیگرانی که نمیخواهند ضابطه های اونها رو اعمال کنن میکشن اونا رو، که چرا شما ضابطه هایی رو که ما مجبور میکنیم همگان رو عمل نمیکنیم؟ مشکل ما اینه. بیرون رفتن دین از عرصه عمومی یعنی الزام اجبارها تمام بشه، یعنی دولت و ساختمان و پیکره دولت در تمام عرصه ها دخالتی در باورهای مردم یا رد باورهای مردم نداشته باشه. به همین دلیل در لایسته فرانسه اصلا در مدرسه معلمان حق ندارند حتی نسبت به یک آیینی در نفی و انکارش صحبت کنند. بله، به قول ماکس وبر، مدرسه جای شارلاتان ها و پیامبران نیست. درسته. مدرسه جای علم و معرفت، علم و معرفت از واقعیت بیرون میاد. کاملا. بله دکتر، اینو میخوام بپرسم. اولا برای مردم تشریح کنید، برای مردم بگید. اون دفعه هم گفتم نرسیدیم. تفاوت بین سکولار، یه جامعه سکولار یا یه جامعه که لایسیته رو باور داره، تفاوتاشون در چیه؟ خب ببینید، من
خیلی مجمل، چون نه وقتشو داریم و نه این نه منم میدونم، ولی دارم خواهد برای مردم بگید که بله من خیلی توضیح مختصر میدم. بله، جامعه فرانسه جامعه لاییکه، یعنی جامعه لاییک یعنی جامعه ایست که در اینجا دین اکثریت مردم فرانسه کاتولیکه. بله. اما جامعه انگلستان و آلمان مشخصا این دو جامعه و کشورهای اروپای شمالی و هلند، اینها دین مسلط یعنی کسانی که مؤمن و معتقد به مسیحیتن، اینها اکثریتشون کاتولیک نیستن. درسته. بله. اکثریت اینها پروتستان. درست. پروتستان با کاتولیک ها یه تفاوتی دارن. کاتولیک ها مثل ملایان، ملایان ایران در زندگی غیر باورهای دینی مردم هم دخالت میکنن، ولی پروتستان ها رهبران دینیشون که همون ملایان باشن یا کشیش ها هیچ گونه دخالتی در امر حتی رهبری دینی یعنی رابطه بین خداوند که عیسی مسیح باشه برای مسیحی ها و مؤمنان نقشی ندارن در پروتستان ها. یعنی اصلا در پروتستان، نزد پروتستان ها یک دعای یک شنبه رو هر مسیحی میتونه به جای مثلا یک ملا که یک کشیشه انجام بده. بله. انجام بده. بله. پس برای پروتستان ها دین ساده تره. فقط یک رابطه معنوی است که با مبدع غیبی خودشون، حالا عیسی مسیح یا خداوند هرچی، دارن. خوب. به همین دلیل، به همین دلیل برای پروتستان ها اصلا سیطره قدرت دینی وجود نداره. اما در فرانسه این نیست. حالا در امور دولت، آموزش پرورش و غیره چه تفاوتی بین سکولاریسم و لاییسم است؟ چون در اینجا در کشور فرانسه کلیسای کاتولیک رها نمی کرد مزاحمت برای ساختار دولت همواره داشت، مثل کاری که همیشه ملایان در ایران کردن و بالاخره 43 ساله که هستی و نیستی مردم را آتش. بله. درست؟ خب اینا چیکار کردن؟ اینا گفتن آقا نه در آموزش و پرورش و نه در فعالیت های فرهنگی و غیره و دادگستری و ابدا مذهب حضور نباید داشته باشه، هیچ نشانه ای از مذهب نباید. دادگستری چی دکتر؟ خب دادگستری، آفری، اینجا سوال بسیار کلیدی اساسی داره. در مسیحیت یه تفاوتی با اسلام وجود که در شیعه اوج این فاجعه است و اون اینه که در مسیحیت شریعت وجود ولی در اسلام شریعت هست، یعنی اسلام اصلا همه شریعته. درسته. تحقق الله و باور به الله خوندن پنج نوبت نمازه. بله. اگر نخونی کافری. من المهد الالله، یعنی از گهواره تا گور دنبالت. از گهواره تا گور. بله. اما شریعت هست.
مشکلی که زن ایرانی داره چیه امروز که به خاطرش کشته میشه؟ یه شریعت به زن میگه باید چه میدونم سرت رو به لباس پوشیده داشته باشه. چهار تا زن مرد بگیره، زن برداش باشه. این ساده شریعته و این اصلا در مسیحیت نیست، یعنی نه در کاتولیک ها، نه پروتستان ها و نه فرقه های دیگه. بله این امتیازه. گستری عمده ترین ستون یک جامعه است، خیلی روشن. بیچاره داور اومد برای ما دادگستری رو که خمینی روز اول تلویزیون و دادگستری رو فتح کرد روز اول. بله خب شما اصلا شما ببینید آقای نوریزاده عزیز، شما حتما مطلع هستید مشکلی که سال 1305 وقتی که داور، من اینو چند بار اشاره کردم در همین گفتگوها با شما هم اشاره کردم. بله. شما میدونید اینو 1305 داور وقتی خواست قانون مدنی ایران رو بنویسه جلوش ایستادن. بله بله. این نتوانست بر مبنای کد سیویل فرانسه که 100% غیر دینیه نظام قانونی ایران رو تامین کنه. دقیقا. و بالاخره شریعت وارد نظام قانون مدنی ایران شد. درست. در دوره همین سلطنت پهلوی ها قانون مدنی ایران بر مبنای شریعت اسلام نوشته شد. این باید بیرون بره. بله ایرانیان عزیز، کسانی که در کف خیابان ها می جنگید، بدانید در حاکمیت سیاسی فردای ایران شریعت به طور کامل باید از قوانین و ضوابط حقوقی ایران هست. کاملا کاملا. بله دکتر عزیزم، این مال دادگستری که بهش رسید، روی مسئله آموزش پرورش شما اشاره فرمودی و گفتی که اصلا این دور، مثلا در انگلستان اینو میخوام بهتون بگم، بچه ها تو مدرسه دعایی هم میخونن حالا یا یه چیزی، تو فرانسه اینا باب نیست، یعنی در فرانسه شما دیگه نه در کشورهای همین عرض کردم ببخشید کشورهای پروتستان این کار رو میکنن. بله بله. ولی در کشور فرانسه در قانون لاییک فرانسه این نیست. آه. چرا؟ چراشم گفتم، چون اگر اینجا یه دونه دعای کوچک رو بذارن سر کله هزار تا کشیش بلا فاصله درسته. درست درست آلوده میکنه. آقای دکتر، آقای دکتر چیزی که دردناکه، پنج تا پاکستانی بنگلادشی غیره دوره هم جمع میشن بقال محله شون تو کراچی یا چیتاگونگ به عنوان امام میارن اینجا، وقت بالای مغازه شون میده به امام، این بچه ها رو روزی شنبه با چوب میزنن آقای دکتر، میزنن که قرآن حفظ کنن. بله بله دقیقا. ما اینو باید پاک کنیم. من یه نکته ای رو آقای خواهش میکنم، نمیدونم چقدر از وقتمون باقی، وقت حالا مال شماست، پنج دقیقه دیگه بفرمایید دکتر. بله من یه نکته ای رو مایلم که قبل از اینکه این گفتگو تموم بشه فراموش نکنم که از یادم بره بگم، من یک مصاحبه ای از شاهزاده رضا پهلوی رو که روزهای گذشته با گویا صدای امریکا، نه با رادیو اینترنشنال بود ایران، بله صدای وی او ای انجام داده بودن، شنیدم یه جمله ای، یه عبارت هایی بود که میخواهم این رو به شخص شاهزاده روشن کنم. نمیگم کلمه یاداوری، یاداوری هم یعنی خب به نظرشون برسه و دقت کنن. شما معلمی استاد، شما معلم مایی، بنابراین ما خواهش میکنم. ببینید شاهزاده رضا پهلوی به هر علت مورد توجه
بخشی از جامعه ایران حالا کمتر بیشتر نمیدونم هست. درسته. چون یه نقش اینجوری امروز میتوانند و باید هم اعمال و اجرا بکنند دارن، سخن گفتن ایشون بسیار مهمه آقای. دقیقاً. خود شاهزاده نیز اینو توجه داره. ایشون گفتن اکثر نیروها این عبارتشونه، اکثر نیروها از مدیریت کنونی خواهد بود، یعنی در فردای ایران در حاکمیت سیاسی ایران اکثر نیروها از مدیریت کنونی. این یه خطای بسیار بزرگیه. من توضیح میدم اینو. مدیریت سیاسی چی؟ یعنی چی؟ یعنی پیکره دولت، یعنی سازمان مدیریت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی کشور. مدیریت دولت در انگلستان کجاست؟ در خانه نمره 10 خیابان داونینگ استریت، یعنی مقر نخست وزیر. درست. در فرانسه کجاست؟ کاخ الیزه رئیس جمهور و بغلش پتینیون نخست وزیر. درسته. در ایران کجاست مدیریت؟ در پاستور. بله. پس جناب دوریزاده عزیز، و این رو توجه بدم به شاهزاده رضا پهلوی، به جناب شاهزاده، مدیریت هیچ نقشی در فردای عضوی از مدیریت نه. شاید نظریشون این بود و به احتمال این بود که احتمال به یقین به نظر من که کسانی که در ساختار دولت مثلا مدیر کلن، مسئولن، مهندسیه، نمیدونم پزشک فلان فلان، البته تمام اینها که امروز در ایران کار میکنن و برای مردم وظیفه ای را انجام میدن یا در دولت در پیکره ساختمان دولتی نقشی دارن، فردا میتونن داشته باشن. نه کسانی که مسئولیت مدیریت کاملا سیاسی. نه این یه سوء تفاهم بوده و خوب شد گفتید. بسیار نه خوب شد. باید شاهزاده توجه کنه. بله. اینو برای من نوشتن. بله. درست. اینو یک نفر دو نفر برای من پیام داد آقای نورزاده. نه درست صرفتون. منم حتما به گوش ایشون میرسونم، چون برنامه رو دنبال میکنن و بهشون حتما میگم. ممنونم دکتر. ما وقتمون تموم شد، ولی به زودی زود باز با هم گفتگو میکنیم و امیدوارم در گفتگوی آینده ملت در کف خیابان دستاوردهای بسیار مهمتری داشته باشه. امیدوارم. سپاسگزارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوریزاده به اتفاق دکتر صدیق یزدچی تا دیدار بعدی در پناهی که خدای عشق، خدای عاشق، نه مکار و جبار و آدم کش. بدرود.